میگن که این آرزه اینجوری نیست که فقط در ایران اتفاق افتاده باشه، فقط در واکسن‌هایی که در ایران اتفاق، اصلا اینجوری نیست. این قضیه در هر برندی حتی از کشورهای مختلف اروپایی آمریکایی در واقع میتونست اتفاق بیفته و اگه در اینترنت خیلی راحت اینو جستجو بکنید خیلی راحت این پیدا میشه و مشخصا هست. حتی ما یه گروهی گذاشتیم که روی این قضیه کار بکنن و توجیهش رو خیلی علمی تر بگیم. فرضیه هایی که خودمون داریم اینه که شاید در مثلا اون به هر حال هیدروکسید آلومینیوم یا حالا جیوه یا حالا هر چیزی که ممکنه در این واکسن وجود داشته باشه شاید خودش توجیه این قضیه باشه. بعضی ها حتی گفتن که اصلا شاید این خیلی ربطی به واکسن نداره، یه اتفاقیه که ممکنه افتاده باشه. به ما اجازه بدید که من این رو به هر حال ما گذاشتیم گروهایی که یکم روش کار بکنن و سعی کنیم یه توجیه انشالله علمی براش پیدا کنیم، ولی این رو برای کم کردن استراب و استرس و آشوب و در واقع چیزی که به دنبال این ویدیوها و حرفها هست بزنن. اولا این یه اصلا خطرناک نیست، دومن که چیز موقتی انشاءالله و احتمالا خواهد بود و چیزی هم که دیدیم که هیچ مرگ و میری یا اتفاق بد یا لخته یا چیزی به دنبال این قضیه اتفاق نمیفته. اجازه به ما بدید که توجیهش رو سعی بکنیم. البته الان یه سری تئوری ها داریم ولی دوست داریم که حرفایی که میزنیم بر اساس مدرک و علمی باشه، ولی این چیزی که به هر حال خاصیت مغناطیسی عجیب و غریبی بخواد ایجاد بکنه نیست.